الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم خدمت همي بن اندقان محترم خاهر برادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خداوند قادر من منان را متشکر و از این دیگر در خدمتتان قرار گرفتیم و با امیدوارم که الله تبارک و تعالی همی تاعت به عبادات من و شما را در درگاه خود مورد قبول عنایت بفرماید و اثر تقصیرات همه ما گذرد. و قلمی اف و بخشش خیش را بر روی گناهان من بکشد و در روز قیامت در میدان محشر ما را از شفاعت سرور و سالار انبیا محروم نگرداند آمین یا رب العالمین برادران و خواهران عزیز بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما که در درس ششم قرار داریم الحمدلله از سلسله درس های زن در آینه اسلام که چقدر این قضیه و این درس مهم بوده بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما در ارتباط به قضایای مساوات بین زن و مرد است در چی قضایای زن و مرد و در چی حقوق و در چی مسائلی زن و مرد مساوی یکدیگرند و در چی مسائلی زنان بر مردان برتری دارند و در چی مسائلی ز... مردان بر زنان برتری دارن. از لابلای قرآن عظیم شن این موضوع ان الله روشن خواهد شد از اونجایی که الله تبارک و تعالی می فرماید زن به مرد برای یکدیگر آفریده شدند دوستان یکدیگرند محبین یکدیگرند بعضشان برای بعضی دیگر هست طبعا اگر از نظر فیزیکی هم نگاه بکنید یک سلسله تفاوت‌های بین زن و مرد وجود داره از نظر فطرت هم وجود داره ولی از نظر معموریت و مسئولیت در بسیار از قضایا قرآن عظیم و شن زن و مرد را مساوی یکدیگر قرار داده از نظر مسئولیت پذیری و طور مثال در قضیه ایمان زن و مرد با یکدیگر مساوی هستند. در هیچ جای از قرآن سراق ندارید که الله تبارک و تعالی ایمان مردان را نسبت به ایمان زنان برتری داده باشد یا تبعیض قال شده باشد، بلکه هر جا مسئله ایمان مطرح می شود، مرد و زن مسلمان دوش دوش یکدیگر است، به آن دهاز است که اگر از نظر خطاب نگاه بکنید، مفسرین کرام می فرمایند، یا ایوه الذين ای کسانی که ایمان آورده اید این مؤمنین میتواند شامل مرد باشد میتوانه شامل زن باشد و همچنان الله تبارک و تعالی میفرمد و والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن اینها دوستدار یک یعنی در ایمان اینها مثل که ایمان مرد در پیشگاه خداوند مورد قبول هست ایمان زن هم در پیشگاه الله مورد قبول هست این یک قضیه هست مساوات در ایمان این که چه کسی از اینها تراش کند تقوا و پرهیزگاریش را بالاتر میبرد سطح قوت ایمانش را بالاتر میبرد گاه وقتی هست که سطح قوت ایمانی یک زن قویست زن با تقواتر از مرد است در یک خانه و گاه وقتی می شود مرد با تقواتر و خدا ترصد بیشتر هست یعنی از الله بیشتر میترسد مسئله دوم مساوات مساوات در مسئولیتی عمل صالح است انجام عمل صالح الله تبارک و تعالی فرماید من عمل صالحا من ذکر و انسا او انسا و مؤمن الله اکبر چه زن مسلمان به چه مرد مسلمان وقتی عمل صالح انجام بدهد چه مرد باشد به چه زن این عمل صالح در پیشگاه خداوند مورد قبول هست از هر کسی اخلاصش نیتش انجام عملش بهتر بود همون در پیشگاه خدا ارزش داره یعنی هیچ جا شما ثابت کرده نمیتوانید که اونجا گفته باشد این عمل صالح مرد در پیشگاه خداوند قبول است و این عمل صالح زن قبول نیست نی؟ عمل صالح عبارت از نماز است روزه است زکات است حج است صدقه است اخلاق نیکو هست گفتار نیکو هست معاشرت و زندگی خوب هست همین ها جز عمل صالح هست کل ما یحب الله و یردا، آنچه که خدا دوست دارد و راضی می شود سماه و عمل صالح اسمش عمل صالح هست عمل نیکوی است. در این قضیه هم الله مرد و زن مسلمان مساوات قرار داد مسئله سوم مسئولیت بزرگی که بر دوش زن و مرد مسلمان گذاشته شده است در قضیه امر به معروف و نهی از منکر زن و مرد مسلمان مساوی هست به اول لحاظ است که الله تبارک و تعالی در سوره توبه می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی از بعضی دیگران دوست یک دیگرن اولیاء یک دیگرن و آنها امر به معروف و نهی از منکر میکنن یعنی مثل که برای مرد مسلمان دعوت ضروری است به اندازه توان و قدرت و وسعتش برای زن مسلمان هم ضروری است یک فریضه الهی است یک وجیبه هست برای هر مسلمان به همان لحاظ است به تعبیر همین آیت است که وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسئولیت مسلمان ها را در قبال امر معروف بیان میکند نمیگوید مردان تنها میگه من را آمین کم منکرم هر کسی که از شما میبیند می بیند چه مرد است به چیزن؟ نباید که در برابر منکر خاموش بنشیند منکر چیست؟ گناه، معصیت، نافرمانی، جرم، جنایت منکر هست انجام ندادن عبادات خداوند ترک نماز یک منکر بزرگ است خوردن روزه منکر بزرگ است اگر مادر مسلمانی می بیند که فرزندش روزه می خورد حق ندارد خاموش در برابرش بنشیند اگر خواهر مسلمانی می بیند که برادر مسلمانش روزه می خورد با وجود قدرت گفتن به زبان و توان حق ندارد خاموش بنشیند باید امر به معروف و نهی از منکر بکند قدر امروز ما جفا کردیم در حق دین که تمام مسئولیت بزرگ و این مسئولیت عظیم الهی را که بر عهده بندگانش گذاشته ای را خلاصه کردیم با یک منبر جمعه و با چند نفر عالم فکر میکنیم فقط امر به معروف و نهی از منکر فقط خاصتا برای ملاه و آخندو قاری و صوفی و, و فلانو فلان هست نی مسئولیت هر مردو زن مسلمان هست الله تبارک و تعالی در قرآن وقتی این قذیه را مترح میکنه میگه كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر شما بهترین امت قرار داده شدید مگر زنان امت رسول الله نیستند مگر انها در قبال این قذیه مسولیت نا شما بهترین امت قرار داده شدید به خاطر اینکه بیرون شوید برای مردم امر به معروف و نهی از منکر بکنید زنان نیازی با بیرون شدن ندارند در خانه ایشان امر به معروف و نهی از منکر میکنند در ماحول و محیط زندگی ایشان امر به معروف و نهی از منکر میکند امروز دختر مسلمان مسئولیتش است که در پانتون و دانشگاه و مکتب و مدرسه باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدهد در سالون عروسی امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدهد زن مسلمانی که وارد سالون عروسی می شود که همش بی هیجابی، بی بندوباری چشچرانی ساز سرود موسیقی ایاشی فهاشی اگر سکوت کردی اونجا بشستی گفتی به من چی این مسئولیت ملهاست این مسئولیت علماست، این مسئولیتی اهل علم دانش است تو مسئول هستی حکم خدا را زیر پا گذاشتی دوشا دوش مردان در قضیه امر به معروف و نهی از منکر حق دارید امر و نهی از منکر را انجام مسئله دیگر در عبادات زن و مرد مسلمان مساوی است شما جای سراغ ندارید که الله برای مرد مسلمان گفته باشه چهار رکعت نماز بخوان برای زن مسلمان گفته باشه دو رکعت نماز برای مرد گفته شده باشه یک ماه روزه بگیر برای زن گفته شده باشه 15 روز تو کمتر از مرد هستی حق نداری زیادتر عبادت بکنی نماز و روزه و زکات و حج آن عباداتی که در برای مرد است برای زن هم هست اگر عبادتی از قدرت و توان زن نبوده الله معادلش را گذاشته دوشا دوش مرد چقدر زنان عجیبی بودن و زنان مسلمان بودن در زمان صحابه که روز از روزها جلسیر تشکیل میدن زنان با چی فکر و اندیشه و درایت با چی فهم و دانش در حال که زمان کدام مکتب و پانتون و مدرسه ای نبود که با شکل امروزی و به سطح امروزی فکر و اندیشه ای مسلمان باز بشه ولی رقابت داشتن با مردان دوشا دوش مردان حرکت میکردن حاضر نبودن مسئولیتشان کمتر از مردان بپذیرن زنان جمع میشوند جلسه ای می گیرن نماینده به نام اسماء تعین میکنند که برو به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام زنان را برسان برش بگو یا رسول الله پدر و مادر ما فدایت با این دین عظیمی که آوردی با این قانون که آوردی با این عزت و کرامت و شخصیتی که برای ما بخشیدی یا رسول الله مردان در جهاد اشتراک میکنند در صف میدان جهاد ما که توان شمشیر زدن در برابر دشمن نداریم مردان اگر تجارت بکنن پول به دست میآورن انفاق میکنن صدقه میدن زکات میدن ما که شاید این فرصت برای ما مساعد نشود مردان در نماز جمعه و ایده این اشتراک میکنن ما شاید نتوانیم مصروفیت داشته باشیم در خانه مصروفی تربیت و پرورش فرزندانمان باشیم مصروفیت امور داخلی خانه باشیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما هم چیزی رو نشان بده که معادل مردان باید در اجر و مزد و پاداش در پیشگاه الله باشیم امروز تو زن مسلمان در کدام شراعت قرار داری پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این پیام را میشنود رو به طرف صحابه می کند لبخند می زند میگه تا حال اید؟ فکر میکردید که دوشا دوش شما مردان زنان حرکت بکنن در همه ابعاد زندگی صحابه رضی الله تعالی عن سکوت میکنند گوش میکنند میبینند پیامبر صلی الله علیه و سلم چی جوابی میداد بر اینها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو به طرف قاصد زنها میکند میگوید ای اسماعه برای برای زنان بگو اگر این کارها را انجام دادید یعنی این خصوصیات و ویژگی در وجود شما پیاده بود و موجود شد شما معادل جهاد در راه الله معادل زکات و معادل صدقه و معادل نماز جمعه و ایدینی مردان ثواب میبرید یعنی مثل ثواب که مردان کسب کردن شما هم کسب میکنید یک برای زنها بگو اگر پنج وقت نماز تانر بخوانید خواهران بینماز بشنوید زن مسلمانی که نماز نمیخونی آگاه شو پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه به اونها بگو اگر نماز تانر بخوانید روزه تانر بگیرید عزت و افت تانر حفظ بکنید یعنی از گناه و فحشا دور بشوید و اطاعت از شوهرانتان بکنید راضی داشته باشید اونها را در روز قیامت چند مزد است اینجا یک در میدان محشر از هر دروازی که بخواهید واردی بهشت میشوید این یک افتخارتان فقط با این اعمال دو به اونها بگو اگر این اعمال را انجام دادید خودیتان را در این مسیر و صراط مستقیم آراسته کردید مزد شما معادل مزد مردان هست این هست که مساوی می شود در عبادات آن چیزی که خداوند خودش برداشته از دوش مرد زن و مسلمان اون قضیهش جدا هست که زنان در هر ماه عادت ماهانه دارد از نماز معاف است این تقصیر زن نیست این حکم است از جانب خدا و رسول وقتی الله و رسول چیزی را عفو کرده باشد کسی حق ندارد برشان انتقاد بکند این عفو از جانب الله و رسول هست در بسیار از مسائل اخلاقی مثل که برای زن مسلمان برای مرد مسلمان اخلاق ضروری است برای زن مسلمان ضروری است مثل که برای مرد عفت است برای زنم عفت است مثل که برای مرد مسلمان عبادت است برای زن مسلمان هم عبادت است مثل که برای مرد مسلمان اخلاق ضروری است برای زن مسلمان هم ضروری است مثل که الله از مرد مسلمان دفاع کرده گفته هیچ مرد را استهزا و تمسخر نکنید از زن مسلمانم هم دفاع کرده لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن زنان هم حق ندارند زنانی دیگر رو مسخره بکنن چون اونا هم شخصیت دارن کرامت دارن بزرگی دارن حق نداری او رو استهزا بکنی تمسخر بکنی مورد بی آب و روی و بی عزتی قرار بدی اون هم از جایگاه برخوردار است در کرامت انسانیشان مساوی هستند و لقد کرم نابنی آدم مگر زنان فرزندان آدم نیستن که هستن در قضیه دیگری که مساوات است بین زن و مرد در تطبیق حدود الهی الله اکبر مثل که مرد مسلمان اگر مرتکب زنا شد و زن مسلمان اگر مرتکب این عمل فاحش شد حدی که بالای مرد تطبیق می شود بالای زنم تطبیق می شود نگفته الله مردان را پینجا شلاق بزنید و زنان را ست شلاق که اینجا ظلمی کرده باشه در حق زن هرغيس جانين نيست الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الله أكبر زني زناقار ومرض زناقار اگر الاياز بالله مرتكب عمل شني وفجئ شدن كالله هميمه حفظ بكونت اگر مرتكبين عمل شدن به وجود قرائن و شواهدی در دست داشته به محکمه اسلامی سپرده شد اونجاست که اسلام عزیز میگه نگاه کنید اگر اینها مجرد بودن یعنی دختری بدون شوهر به جوان بدون همسر هنوز ازدواج نکرده بودن هر کدام از اینها را صد ضرب شلاق بزنید این حکم الهی است اگر زن مسلمان دزدی کرد و یا مرد مسلمان اسلام نگفته اگر زن دزدی کرد دو دستش را باید قطع کنید و اگر مرد دزدی کرد یک دستش را نه مساوی یک دیگر اگر زنم مرتکب عملی دزدی شد دستش قطع می شود و اگر مرد مرتکب این عمل فجی شد دستش قطع می شود که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این قضیه شد زنی از قبیله زی شرف نامدار صاحب اسم مرتکب دزدی شده بود زن را در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستن حد تطبیق بکنن یعنی دستش را قطع بکنن گروهی از بزرگان و اقوام این زن آمدن موسفیدان و اشخاص زی صلاح آمدن پیش اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه سفارش کردند که ای اسامه برو پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب ما خواهش بکن بگو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دست این زنه قطع نکن می شود از طریق دیگری با ما پیش آمد بکن از طریق اصلاح از طریق مال ما حاضریم چون این لکی ننگی برای این قوم گذاشته می شود در تاریخ بشر اونجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم حرفی که همه چیز در یک کنار میگذارد تبعیض تعصب هیچ چیزی درش وجود ندارد حرفی که کاملا عامه که دفاع از همه اخشار جامعه هست چی میفرماید اتشفع فی حد من حدود الله آیا شما آمدید که در مورد حد از حدود خدا شفاعت بخواهید والذی نفس محمد بیدی لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع يده و بذاته که محمد نفس محمد در دست بلا كيف اوست اگر فاطمه دختر محمد هم مرتکب این جرم بشود الا بالله دستش را قطع میکنم تفکیکی در حدود نیست این زن است این مرد است این از افراد سه است این از افراد پایین هست. مشکلی که امروز بشر داره همینجاست هر فاسد و هر جنایتکاری وقتی مرتکب جرم می شود او را دستگیر می کنن بترسید از الله از روزی که الله از شما به عنوان شریکان در جرم این سوال می کند همه چپنها را به دور می کنن موسیفیران و بزرگان جمع میشوند برای یک مجرم شفاعت خواهی می کنن. در حالی که بگذارید به سزایش مجرم هست مرتکب جرم است حق ندارید در مورد حد از حدود خدا شفاعت بکنید مساوات در نعمت های خدا هیچ نعمتی از الله نگفته این مخصوص مال مرداست زن حق نداره این میوه مال مرداست زن از ای حق نداره استفاده بکنه این آب مخصوص مال مرداست این نان مخصوص مال مرداست این افتاد مال مردان از زنان حق ندارن ازش استفاده کنن نه و لهم فیها من كل الثمرات هر آنچه که الله آفریده از میوجات از نعمت های گوناگون برای زن و مرد مسلمان هست مساوات هست در استفاده این نعمت در حساب و کتاب در آخرت مساوات هست الله نمیگه مردان باید اول محاسبه بشون و محاسبه مردان باید مقدار خفیف باشد محاسبه زنها باید سنگینتر باشد نی؟ هر کسی طبق اعمالش مورد محاسبه قرار میگیرد هیچ فرقی نیست در این ها چیزهایی که مساوات هست تفکیکی در این آن نیست این هست قضایای مساوات در بین زن و مرد مسلمان در قرآن در ایمان در عمل صالح در امر به معروف و نهی از منکر در بسیار از مسائل اخلاقی حتی قرآن وقت توصیف میکنه دوشا دوش, دوش یکدیگر. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله اکبر. مردان ذاكر زنان ذاکر مردان مؤمن زنان مؤمن مردان مسلمان زنان مسلمان مردان راستگو زنان راستگو مردان روزدار زنان روزدار همه دون شادوش یک دیگر و یک مسیر حرکت میکنن و الا قضایایی هست که زن بر بالای مرد برتری داره و در قضایایی هست که مردان بالای زنان برتری دارن که اون یک بحث جداگانه هست که در درس جداگانه ان الله و در درس های آینده مورد اون بررسی خواهیم کرد این هست مسائل مساوات بین زن و مرد در اموری که زن و مرد مساوی یکدیگر دیگر هستن در انتخاب مثل که مرد حق انتخاب داره زنم هم حق انتخاب داره چی در ازدواج باشه چی در عقیده باشه چی در مسائل دیگر باشه هیچ جای ظلم نیست برتری خواهی نیست و الا مواردی که در آن دلایلی وجود دارد حکمت ها وجود دارد در آن قضایا که وقتی انسان اون مطرح بکنه چی مرد باشه به چی زن مسلمان قانع میشه قبول میکنه سر تسلیم در برابر فرمان الله میگذارد چرا برای هیچ مرد و زن مسلمان اجازه نیست وقت خدا فیصله صادر کرده باشد و ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن عصى الله ورسوله فقد ضل دل ضلالا مبينا اجازه نیست وقت الله چیزی قضاوت کرده فیصله کرده الله و رسول در بین مردان و زنان مسلمان که اینها سرکشی بکنن کسی اگر سرکشی کرد الله میگه او در یک گمراهی آشکارا وجود دارد. الله تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق ملائت بفرماید با اون چیزی که گفته شد تا در سی بعد شما را با در پناه الله تبارک و تعالی می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته